سرخط اخبار. روز پرحادثه کابل، انفجار و حمله به محل اقامت تاجران چینی یک روز پس از تمجید سفیر چین از برقراری امنیت توسط طالبان. فوزیه کوفی از آزادی ظریفه یعقوبی از بند طالبان خبر داد. رهبر طالبان: امر به معروف و نهی از منکر باعث استحکام و پایداری نظام می شود. یک روز پس از درگیری خونین مرزی، شهباز شریف برای عدم بروز درگیری دیگر از طالبان تضمین خواست. طالبان میگوید مرز باز شده است. طالبان خواستار نظارت این گروه بر مصرف و توزیع کمک‌های بین‌المللی در افغانستان شد. با سلام و احترامات نیک و بخش اخبار شامگاهی از تلویزیون همدم، شما را خوش آمدید میگم. با مروری بر مهمترین اخبار امروز دوشنبه 21 قوس 1401 در خدمتتان هستیم. یک روز پس از تمجید سفیر چین از طالبان، انفجار، تیراندازی و حمله به محل اقامت تاجران چینی در شهر نو کابل. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده است که صدای انفجار و تیراندازی در مهمانخانه‌ای در کابل شنیده شده که اغلباً محل اقامت تاجران چینی است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، تعداد قابل توجهی از بازرگانان چینی از افغانستان بازدید می‌کنند. دولت چین با آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، تعامل نزدیکی با آن دارد و سفارت افغانستان در چین را به طالبان سپرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه خود از مسئولان طالبان گزارش داده که مردان مسلح امروز در داخل ساختمانی در کابل حمله کرده که تعدادی از خارجی‌ها در آن اقامت داشتند. تاکنون جزئیات زیادی از این انفجار منتشر نشده و عاملان آن نیز مشخص نیست. این حمله در حالی صورت گرفته است که وان یو، سفیر چین در کابل، از امنیت سراسری در افغانستان اظهار خرسندی کرده و خواهان توجه بیشتر حکومت طالبان به تأمین امنیت نمایندگی‌های سیاسی این کشور در کابل شده بود. وی در این زمینه دیروز با شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، گفتگو کرده بود. استانکزی به سفیر چین اطمینان داده است که طالبان به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کنند. وی همچنان افزوده بود که تأمین امنیت نمایندگی‌های سیاسی در افغانستان در اولویت گروه طالبان قرار دارد. فوزیه کوفی از آزادی ظریفه یعقوبی از بند طالبان خبر داد. فوزیه کوفی، عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان، میگوید ظریفه یعقوبی از زنان معترض در کابل روز دوشنبه از زندان طالبان آزاد شده است. خانم یعقوبی و 4 همکار او حدود 40 روز پیش در کابل بازداشت شدند. منابع نزدیک به این فعال حقوق زنان میگویند همکاران او همچنان در بند طالبان هستند. هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت صحی خانم یعقوبی در دست نیست. شماری از زنان قصد داشتند آغاز کار جنبش زنان افغانستان برای برابری را اعلام کنند، اما منابع اعلام کردند طالبان ابتدا مانع برگزاری کنفرانس مطبوعاتی زنان شدند، اما پس از آن که زنان به کارشان ادامه دادند، حدود 60 تن از افراد طالبان از نهادهای مختلف از جمله استخبارات این گروه به محل کنفرانس هجوم آورده و شماری از برگزار کنندگان این نشست را بازداشت کرده بودند. رهبر طالبان: امر به معروف و نهی از منکر باعث استحکام و پایداری نظام می شود. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در دیدار با رئیسان امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفته است که انجام امر به معروف از اهداف مهم حکومت طالبان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز دوشنبه 21 قوس با نشر خبرنامه‌ای به نقل از ملا هبت‌الله گفته است امر به معروف و نهی از منکر باعث استحکام و پایداری نظام می شود و انجام آن وجیبه ایمانی مسلمانان است. در حال حاضر فعالیت عمده ماموران امر معروف طالبان وضع محدودیت بر آزادی شهروندان از جمله نظارت در پوشش زنان و میزان ریش مردان است. رهبر طالبان از فعالیت رئیسان امر معروف ابراز رضایت کرده و خطاب به آنان گفته است: در تکلیفی که هنگام وظیفه متحمل می‌شوید آن انجام سنت پیامبر است. هیبت الله آخوندزاده رئیسان امر به معروف و نهی از منکر را به صبر و استقامت در انجام وظیفهشان توصیه کرده است. یک روز پس از درگیری خونین مرزی، پاکستان برای عدم بروز درگیری دیگر از طالبان تضمین خواسته. طالبان اما میگویند مرز اسپین بولدک باز شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید که گلوله باران و شلیک به دلیل نیروهای مرزی طالبان مایه تأسف و مستحق شدیدترین محکومیت است. او صبح امروز دوشنبه 21 آگوست در توییتی نوشته است که در این تیراندازی چندین شهروند پاکستانی کشته و دهها نفر زخمی شدند. شریف تاکید کرده است که حکومت طالبان باید تضمین کند که چنین حوادثی دیگر تکرار نشود. طالبان و نظامیان پاکستانی پس از چاشت دیروز در سرحدات ولسوالی اسپین بولدک چمن با یکدیگر درگیر شدند. یک منبع گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای سرحدی طالبان قصد داشتند در نزدیکی خط دیورند پاسگاه جدید بسازند. مقامهای پاکستانی میگویند که در این درگیری 6 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. باختر خبرگزاری دولتی تحت کنترل طالبان با امداد امروز از باز شدن گذرگاه اسپین بولدک در قندهار خبر داد. طالبان خواستار نظارت این گروه بر مصرف و توزیع کمک‌های بین‌المللی در افغانستان شد. ملا در الله بدری وزیر مالیه طالبان روز یکشنبه از روز اوتامبایوا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان خواست تا کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در هماهنگی با گروه طالبان به مصرف برسد. وی گفت که در بخش توسعه‌ای نیز به افغانستان کمک شود. یوناما در مورد این دیدار در توییتی نوشت که اوتامبایوا روی بودجه ملی و برنامه‌های اقتصادی افغانستان با وزیر طالبان بحث کرد و قرار است این دیدارها ادامه یابد. وزیر مالیه طالبان مدعی است که روز اوتامبایوا در زمینه برقراری ثبات اقتصادی و طرح بودجه عادی و انکشافی از رهبری وزارت مالیه تمجید کرده و وعده داده که ملل متحد به تعامل مثبت خود با طالبان ادامه می‌دهد. پس از قدرتگیری دوباره طالبان، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و کمک‌های عاجل در قالب امداد، مواد غذایی و حمایت مالی از بخش صحی افغانستان محدود شده است. کشورهای کمک کننده تاکید دارند که این کمک‌ها بدون دخالت طالبان باید به مصرف برسد. با تشکر از همراهی شما، این بود مهمترین اخبار امروز دوشنبه 21 آگوست 1401. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.